سلام و درود به چنل یوسف واربر، خیلی خوش اومدین. دوستانی که تازه با چنل ما آشنا شدن و هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردن، سابسکرایب کنن و زنگوله هم بزنن که اگر ویدیو جدیدی گذاشتم براشون بالا بیاد و با خبر بشن. در این ویدیو آموزشی میخوام برای شما یک کوتاهی انجام بدم که بالای سر ماشین میشه و دور سرم سایه میخوره. ابتدا با یک شونه شماره 13 میلیمتر بالای مو رو کوتاه میکنیم. همینطور که مشاهده میکنید موهای بالای سر ایشون کاملا فره و ایشون درخواست کردن که بالای سرشون ماشین بشه و دور سرشون سایه بخوره یا همون فید بشه. ابتدا من با شونه 13 میلیمتر بالای مو رو کاملا زدم. دوستان دقت کنید، خیلی از مشتری ها میان میگن آقا برای ما بوکسری بزن و شما میایید بالای سر رو ماشین میکنید، سایه دور سرم میبرید تا بالا، ولی مشتری میگه چی؟ راضی نیست. چرا راضی نیست؟ به خاطر اینکه سایه‌شو زیاد بردی بالا. پس شما توجه کنید، اول از مشتری بپرسید که میخواید این سایه دورش چه مقدار بالا باشه، چون خیلی ها وقتی بالای سرشون ماشین میشه و دورم سفید میکنن بهش میگن بوکسری و اون اطلاع نداره که بوکسری باید سفیدیش تا بالا باشه. پس شما بپرسید حتما از مشتری که میخواید این سایه دورش چه مقدار بالا باشه و با اطلاعات کاملی که از مشتری دریافت کردید شروع به انجام کوتاهی کنید. حالا بعد از اینکه بالای سر رو با شونه 13 میلیمتر کوتاه کردیم، شونه 4.5 میلیمتر رو روی ماشین سوار میکنیم و دور تا دور سر رو کاملا تا انتهای بغل، یعنی انتهای بغل که به بالا میخواد وصل بشه، بالا میبریم. حالا شاید توی ذهنتون این سوال پیش بیاد که چرا با شونه 4.5 میلیمتر این کارو کردیم، چرا با شونه 10 میلیمتر این کارو نکردیم. باید عرضتون برسونم که وقتی بالای سر رو با 13 میلیمتر کوتاه کردی باید دور سر کوتاه‌تر از بالا باشه. پس ما میاییم با شونه 4.5 میلیمتر این کار رو میکنیم. اگر بالای سر رو با 10 میلیمتر کوتاه کرده بودیم، من میومدم از شونه 3 میلیمتر استفاده میکردم برای دور سر. البته باید درخواست مشتری هم در نظر بگیرید. بعضی دوست دارن تیرگی بالای سایه‌شون بیشتر باشه و شما اون زمان میتونید از شونه 10 میلیمتر استفاده کنید و پایینش رو سفید کنید. میام سراغ ماشین خط زنم و لاین صفرم رو میندازم.
و میرم سراغ ماشین اسلام و گارد ماشین رو باز میکنم. گارد باز ماشین میشه 1 میلیمتر و گارد باز ماشین لاینش رو میندازم. توجه کنید 1 سانت بالا میرم با گارد باز ماشین. برای اینکه دوربین ما زیاد دور سر تکون نخوره و شما اذیت نشید، یه قسمت سر رو انجام میدم و بعد میرم اون قسمت سر. در اینجا با شونه 3 میلیمتر ادامه 1 میلی رو میرم بالا. به ماشینم گارد میدم و وصلش میکنم به 4.5 میلیمتر. به شونه 3 میلی که الان توی ماشینه وقتی گارد بدی میشه 4 میلیمتر و ادامه 3 میلی که میرم وصل میشه به 4.5 میلیمتر. میرم سراغ شونه 1.5 میلیمترم. شونه 1.5 میلیمتر سوار ماشینه و لاین 1 میلم رو محوش میکنم. در اینجا به شونه 1.5 میلیمترم گارد باز میدم و وصلش میکنم به 3 میلیمتر. در اینجا فقط لاین صفرم میمونه که یک گارد نیم میدم به ماشین اسلام و یه مقدار حجمش رو میگیرم و بعدش گارد ماشین رو میبندم و شروع میکنم به محو کردن خط صفرم. بعد از اینکه این قسمت سر رو تموم کردم میام سراغ اون قسمت سر و همون کارهایی که اون قسمت انجام دادم این قسمت هم انجام میدم. ابتدا گارد باز ماشین که 1 میلیمتره لاینش رو میندازم. و شونه 3 میلیمتر رو روی ماشین سوار میکنم و ادامه 1 میلی رو میرم بالاتر. دوستان توجه کنید باید به کارتون فضا بدید که بتونید محو به زیبایی انجام بدید.
گارد ماشین رو باز میکنم و به اضافه شونه 3 میلیمتر هم میشه 4 میلیمتر و وصلش میکنم به شونه 4.5 میلیمتر. میریم سراغ شونه 1.5 میلیمتر و لاین 1 میلیمتر رو محوش میکنیم و بعد از محو کردن 1 میلیمتر لاین 1 میلیمتر گارد ماشین رو باز میکنیم به اضافه شونه 1.5 میلیمتر وصلش میکنیم به 3 میلیمتر. در اینجا میریم سراغ محو کردن خط صفرمون یا همون ماشین خطزنمون. ابتدا یک مقدار گاردو باز میکنیم، حجم روی خط رو میگیریم و دوباره گاردو میبندیم و خیلی راحت و آسان خط صفرمون محو میشه. بعد از اینکه فید رو تمومش کردیم میام سراغ خط شقیقه و خط پیشونی. توجه کنید که چجوری این کار رو انجام میدم. من همیشه برای مشتری که البته میخوان با تیغ خط شقیقه و خط پیشونیشون رو میگیرم، ولی ابتدا با ماشین این کار رو انجام میدم، خط رو تمیز میکنم و شکل بهش میدم و بعد میرم سراغ تیغ.
در انتهای کار میام سراغ قسمت پاریتال رج، جایی که بغل به بالا وصل میشه و اونجا اگر نیاز باشه ببینم موی اضافه هست و شکل درستی نداره به شکل میدم با شونه دستی و ماشینم یا آورکام کلیپر. اینم از آموزش این مدل، امیدوارم که دوست داشته باشید و به کارتون بیاد. لطفاً با لایک و کامنت و اگر هنوز سابسکرایب نکردید چنل رو سابسکرایب کنید، اینجوری از من حمایت میکنید که من ویدیوهای بیشتری برای شما منتشر کنم. تا درود دیگر، بدرود.